71مین دوره جشنواره فیلم کن امروز و با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد. شپول عباسی در گزارشی از کن نگاهی دارد به اتفاقات مهم در 12 روز برگزاری این جشنواره مهم سینمایی. امروز و ساعتی دیگر مراسم اختتامیه 71مین دوره جشنواره کن به پایان خواهد رسید. علی‌رغم انتقادهای بسیار به گردانندگان و برگزار کنندگان جشنواره امسال در انتخاب و نمایش فیلم‌های بخش رقابت اصلی، این جشنواره به پایان خودش نزدیک میشه. جشنواره کن یکی از مهمترین رخدادهای سینمای جهان که در آن از نام‌آشنایان و بزرگان فیلم تا علاقه‌مندان به سینما در آن گرد هم آمدند. این گرد هم آمدن‌ها اما بی‌حاشیه نبود. کریستین استوارت که با فیلمی به کارگردانی سپایک لی به کن آمده، در اعتراض به ممنوعیت کفش‌های تخت در فرش قرمز جشنواره کن، کفش‌هایش را از پا در آورد و پا برهنه از پله‌ها بالا رفت. گلشیفته فراهانی بازیگر دختران آفتاب به کارگردان ایرانی اصغر فرهادی تاخت و از نام نبردن فرهادی از او به سبک ایرانی در یک شبکه فرانسوی گله کرد. برای جعفر پناهی که فیلمش در جشنواره حضور دارد صندلی اختصاص داده شد، اما او به جای کن در تهران نشسته بود چون مقامات ایرانی اجازه سفر به فرانسه را به او ندادند. منتقدان گفتند فرانسوی ها پناهی و فیلمهایش را دوست دارند به شرطی که خودش را شبیه کیارستمی جلوه ندهد و سبک خودش را ادامه دهد. نمایش فیلم اصغر فرهادی محصول اسپانیا در جشنواره امسال را گشود و چراغ سالن‌ها را روشن کرد، اما چشم منتقدین و تماشاگران را تا حد ستایش روشن نکرد. گویی انتظارها از فرهادی بالاست. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بهناز جعفری بازیگر فیلم سرخ جعفر پناهی را به خاطر پوششش بر روی فرش قرمز طبق روال همیشگی کاربران در صفحات اجتماعی آزردند. ژان لوک گودار فیلمساز فرانسوی نام‌آشنا که با فیلم کتاب تصویر به تهیه کنندگی میترا فراهانی در بخش رقابت اصلی حضور دارد بر روی فرش قرمز حاضر نشد. ژان لوک گودار همیشه گفته از زرق و برق خوشش نمی آید. Je voudrais sentir ta voix une dernière fois pour plus avoir peur quand je serai seule dans la nuit. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois در روز پایانی نمایش فیلم‌های بخش رقابت اصلی، منتقدان و تماشاگران سالن نمایش را در اکران فیلم چاقو بر قلب ساخته یان گونزالس به تهیه کنندگی شرکت مومنتو را ترک کردند. چاقو بر قلب فیلمی آکنده از تصاویر جنسی است. خیلی ها گفتند به یاد نمی آورند فیلمی از این دست در جشنواره کن دیده باشند. در ساعت پایانی و نزدیک به شروع مراسم اختتامیه جشنواره کن، پیشبینی ها از اهدای جایزه به جز نخل طلا به اصغر فرهادی و جعفر پناهی حکایت داره. اما جشنواره کن بارها نشون داده که قابل پیشبینی نیست و باید تا ساعت آخر ایستاد و دید داورها برای انتخاب بهترین ها چه تصمیمی خواهند گرفت. شپول عباسی، جشنواره کن، صدای آمریکا.